در پی اعلام زیاندهی شبکه اجتماعی توییتر در سال 2013 میلادی، ارزش سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک بیش از 20% سقوط کرد. توییتر در ماه نوامبر سال 2013 میلادی با قیمت هر سهم 50 دلار عرضه اولیه سهام خود را آغاز کرد. این شرکت در ماه‌های آغازین ورود به بازار بورس روزهای پر رونقی را تجربه کرد، اما این رونق چندان به طول نکشید. این شرکت سال گذشته بیش از 645 میلیون دلار زیان دیده است. این در حالی است که در سال قبل از آن این رقم 79 میلیون دلار بود. به نظر من موضوعاتی چون افزایش تعداد کاربران توییتر و بهره‌گیری از توییتر توسط کاربران در حال حاضر محل سوال است. سرمایه گذاران به روند رو به رشد این دو امید بسته بودند و ناامید شدن آنها عامل افت ارزش سهام توییتر بود. شبکه اجتماعی توییتر در پایان ماه دسامبر مدعی بود 241 میلیون کاربر ماهانه دارد که 9 میلیون بیش از 3 ماهه قبل از آن است. البته توییتر هرگز شرکت سوداوری نبوده است و تواناییش در سوددهی موضوعی کلیدی در زمان ورودش به بازار بورس بود.